سال گذشته در ماه آبان بسیاری در 25 استان از 31 استان ایران به بهانه گران شدن بنزین دست به اعتراض‌های گسترده زدند. این اعتراض‌ها در شهرهایی به خشونت کشیده شد و عده زیادی عمدتاً به دست نیروهای انتظامی و با گلوله آنها کشته شدند. اخیراً در ایران گزارش مفصلی در این باره زیر عنوان آتش خاموش منتشر شده است. این گزارش تحقیقی تحلیلی حاصل کار جمعی از پژوهشگران ایران با مدیریت سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی است. سعید مدنی علاوه بر پژوهشگر مسائل اجتماعی فعال حقوق بشری، پژوهشگر و فعال طیف موسوم به ملی مذهبی هم هست و مثل بسیاری از روشنفکران ایرانی در جمهوری اسلامی ایران زندانی سیاسی هم بوده است. او مهمان من در دو برنامه به عبارت دیگر است. امروز در بخش اول به این گزارش می‌پردازیم و از مهمانم می‌پرسم علل اعتراض‌های آبان چه بود؟ معترضان از چه قشر و طبقه اجتماعی بودند و خواستشان چه بود؟ و آیا به نظر او اعتراض‌های گسترده آبان 98 آتش خاموش است یا آتشی در زیر خاکستر؟ سعید مدنی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون. تشکر از شما. گزارشی که زیر عنوان آتش خاموش نگاهی به اعتراضات آبان 98 زیر نظر شما منتشر شده، گزارش مفصل و حاوی زاویه‌های گوناگونیه. هدفتون از تهیه این گزارش چیه؟ خب من یک پژوهشگر مسئله اجتماعی ایران هستم و به طور قطع حوادث و اعتراضات آبان ابعاد اجتماعی بسیار گسترده‌ای داشته، هم از جهت زمینه‌های بروز این اعتراضات و هم از جهت تبعات و آثار و پیامدهای اون بر زندگی و معیشت مردم. بنابراین به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی فکر کردم که موضوع بسیار مهمیه که باید به اون پرداخت. از سوی دیگه اساساً مستندسازی مسائل اجتماعی ایران و به طور مشخص اون بخش از حوادثی که ابعاد گسترده‌ای مثل اعتراضات آبان پیدا میکنه برای محققین بعدی میتونه که خیلی راهگشا باشه، در واقع دسترسی به منابع و اطلاعات لازم در متن اعتراضات بسیار راحت و سهل الوصول تره تا بعد از اون. به این اعتبار فکر کردم که این گزارش میتونه به نوعی مستندسازی کنه اون اعتراضات رو. بسیار خب، به غیر از محققان که میتونن ازش استفاده بکنن در آینده، اصولاً مخاطب شما کیه در وهله اول؟ میخوان کی میخوان که این گزارش رو بخونه و چه بفهمه ازش؟ خب گزارش میتونه مخاطبای خیلی متفاوتی داشته باشه. از یک سو جامعه ایران و فعالان سیاسی اجتماعی یا جامعه مدنی به طور مشخص که ببینه که در واقع یک تجربه بسیار مشخص رو که هزینه‌های زیادی هم داشته بتونه بشناسه نقاط قوتش، ضعفش، و طبیعتاً میتونه که زمینه یک گفتگویی رو درباره رفتارهای جامعه مدنی ایران فراهم بکنه، درباره رفتارهای نظام سیاسی ایران فراهم کنه و اصولاً به جمع‌بندی های جدیدی برسه در مورد تحولات آینده و نقشی که میتونه جامعه مدنی داشته باشه. اما از سوی دیگه مخاطب دیگه اون میتونه که نظام سیاسی ایران باشه و نظام حکمرانی ایران باشه که ببینه که برخلاف تصورات یا گزارش های معمولا رسمی که هم دقیق نیستن هم مطابق واقع نیستن، بتونه که یک فهم مؤثرتری از مسائل جامعه ایران به دست بیاره تا انتظار داشته باشیم که رفتار مناسبتری رو با این گونه اعتراضات داشته باشه. آیا براتون کاملا روشن هست که خواست معترضان چی بود؟ قطعا فقط گران شدن بنزین نبود. بله، به طور مشخص و روشن نمیشه گفت که خواست و مطالبه تنها کاهش قیمت بنزین بود. در واقع میشه گفت که اعتراض نسبت به افزایش قیمت بنزین بهانه‌ای بود برای اینکه اون مطالبات انباشت شده قبلی
به نحوی مطرح بشه. در تمام جنبش های اجتماعی اصولا به این ترتیبه که اون جرقه ای که موجب میشه تا جمعیت گسترده معترض وارد خیابان بشه و به میدان بیاد، البته تناسبی داره با علت های قبلی، اما لزوما تنها علت نیست و علل زمین های پیشین بسیار مؤثره. در واقع زمین های ذهنی و عینی برای یک اعتراض اجتماعی بسیار مهمتر از اون جرقه است و مدت هاست که تاکید میشه که میزان نارضایتی انباشته در جامعه ایران آنچنان زیاده که هر لحظه امکان وقوع اعتراضاتی مثل اعتراضات آبان، اعتراضات دیماه 96 و اعتراضات مشابه رو فراهم بیاره. بنابراین اگر که بخوایم خیلی خلاصه بگیم، میتونیم بگیم که در واقع حجم انباشته شده نارضایتی در گروه های مختلف اجتماعی به ویژه فرودستان و طبقات کم درآمد زمینه ساز بروز اعتراضات آبان شد. خب حالا شما اشاره کردید به هر حال این فشاری که روی تاکید کردین که به خصوص تهی‌دستان و فقرا هست، شما اشارات مفصلی کردین در این گزارش به اقشار مختلفی که در این شرکت داشتن، ولی خب در مجموع اگه بخواید نگاه کنیم ببینیم که اون قشری که غالب بود در این اعتراضات یعنی مشارکتش، میتونیم دست بزنیم روی قشر خاص که اینها عمده بودند؟ ببینید در واقع اعتراضات آبان در مقایسه با اعتراضات قبل از اون تفاوتایی داشت، به ویژه از جهت تفاوت در نیروهای اجتماعی که در درون اون فعال بودند. به عنوان مثال در اعتراضات دی ماه 96 دو سال قبل از اون عمدتاً گروه های کم درآمد و فقیر بودند و شما علائمی از حضور طبقه متوسط در اون نمیدیدید، در حالی که در اعتراضات آبان شواهد نشون میده که علاوه بر گروه های فقیر و فرودست شهری، بخشی از طبقه متوسط فقیر شده به اصطلاح در اعتراضات حضور داره. در کتاب البته به مفصل توضیح داده شده، اما به صورت مختصر این که به دلیل بحران‌های اقتصادی اجتماعی جامعه ایران به ویژه بحران مسکن، طبقه متوسط که تا سالها پیش میتونست که در مناطق مرکزی شهر و یا حتی جنوب شهر یک سرپناه برای خودش داشته باشه و به زندگی ادامه بده، در جریان این تحولات اقتصادی و بحران‌های مختلف از جمله بحران مسکن هم قدرت خریدش کاهش پیدا کرده و هم اینکه در واقع هزینه‌ای که باید انجام بده و اختصاص بده به مسکن بیشتر و بیشتر شده. به همین دلیل هم بخشی از این طبقه متوسط برای فرار از فقر ناچار شده و کاهش هزینه مسکن ناچار شده که به مناطق حاشیه شهرها در واقع مهاجرت بکنه. به این ترتیب ترکیب حاشیه شهرها ترکیبی از طبقات فرودست که از قدیم اونجا بودند و عمدتا مهاجرین رو تشکیل میدادند و گروهای به اصطلاح از گروهی از طبقه متوسط که حالا دیگه برای به اصطلاح ادامه زندگی و بقای خودشون ناچار شدن که در اون مناطق ساکن میشن، چون قیمت و هزینه مسکن در اون مناطق به میزان قابل توجهی کمتر از مناطق مرکزی شهرها. بسیار خوب، خیلی شما تقریبا سوال بعدی من هم جواب دادید. من می‌خواستم بپرسم که شما در گزارش اشارات زیادی به حاشیه‌نشین‌ها می‌کنید و نقششون در این اعتراضات و اینا، می‌خواستم بپرسم که خب چطور برای اینکه چطور نقش حاشیه‌نشین‌ها بارز میشه در حالی که قاعدتا اینها نباید مشکل اصلیشون مشکل گران شدن بنزین باشه، ولی الان شما توضیح دادید که بخشی از طبقه متوسط در واقع به حاشیه‌نشینی روی آوردن و اینها کسانی هستند که به هر حال وابسته به سر قیمت بنزین هم هستن، درسته دیگه؟ کاملا درسته. با این توضیح که علاوه بر به اصطلاح توضیح طبقاتی اعتراضات آبان ماه، باید به وجوه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی اون هم توجه کرد. مثلا حضور جوانان در این اعتراضات و کلن اعتراضاتی که توی دو دهه اخیر بوده به صورت بارزی دیده میشه و در واقع میشه گفت که پدیده‌ای که از اون به عنوان جنبش جوانان نام میبرن در این اعتراضات حضور خیلی روشنی داره. در واقع ترکیب سنی بازداشت شدگان، ترکیب سنی
کسانی که به شهادت رسیدن در این اعتراضات همه نشون میده که گروه های سنی جوان که سهم قابل توجهی از جمعیت رو دارن، یعنی تقریبا یک چهارم جمعیت ایران هستن، حدود 15 تا 30 سال، در واقع در این اعتراضات حضور فعال داشتن و جنبش جوانان یه جنبش فراطبقاتیه، یعنی در واقع تشکیل شده از یک گروه سنی مشخص که از یک سو مطالبات مشترکی داره در همه طبقات، مثل جنبش سبک زندگی، در واقع خواستار سبک زندگی خودشه، نمیدونم پوشش، انتخاب پوشش خودشه و مسئله از این نوع، و از سوی دیگه در گروه های متوسط و فقیر هم به طور جدی در مقایسه با سایر گروه های سنی مطالبات مشخصی مثل جستجوی کار، مثل جستجوی زندگی بهتر داره و احساس محرومیت نسبیش خیلی بیشتره. به عنوان مثال توجه داشته باشید که نرخ بیکاری در میون گروه های سنی جوان تقریبا دو برابر جمعیت عمومیه و این نشون میده که انگیزه های زیادی در این گروه سنی برای حضور در اعتراضات وجود داره. علاوه بر اینها باید به زنان هم اشاره کرد که اصولا توی باز دو سه دهه اخیر نقش بسیار روشن و مشخصی چه در جنبش اصلاحی، چه در جنبش سبز و چه در اعتراضات دی ماه و به طور مشخص آبان ماه داشتند. این اعتراضات آقای مدنی چطور به این سرعت در واقع سراسری شد، به همه کشور گسترش پیدا کرد؟ خب خودش پدیده قابل مطالعه جدیه. توی این گزارش به سه عامل مشخص هم در شکل‌گیری اعتراضات و هم در گسترش اون اشاره شده. یکی برمیگرده به احساس محرومیت نسبی، یعنی اینکه در جامعه ایران به تدریج فاصله بین وضعیت موجود افراد و گروه‌های اجتماعی از جهت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در مقایسه با وضعیت مطلوبشون بیشتر و بیشتر شده. یک شکافی بین وضعیت موجود و وضعیت ایدئال ایجاد شده، وضعیتی که انتظار دارن براشون ایجاد بشه، و این شکاف تقریبا در تمام طبقات اجتماعی، گروه های اجتماعی در ایران وجود داره، در تهران و چه میدونم زاهدان هم وجود داره. بنابراین این در واقع احساس محرومیت نسبی موجب میشه که تمایل به اعتراض در اونها افزایش پیدا بکنه. نکته دوم اینه که جامعه ایران تقریبا از اواسط دهه 70 وارد یک فازی شده که ازش به عنوان در واقع وضعیت جنبشی نام برده میشه، عنوان جامعه جنبشی برای جوامعی به کار میره که در اونجا نارضایتی تبدیل به اعتراض میشه. ما تقریبا در همه جوامع، چه جوامع توسعه یافته چه جوامع در حال توسعه، نارضایتی رو میبینیم. کمتر جامعه وجود داره که در اون نارضایتی وجود نداشته باشه، ولی موقعی که این نارضایتی تبدیل میشه به یک به اصطلاح اعتراض، یعنی بازتاب بیرونی پیدا میکنه، اون وقت دیگه اون جامعه وارد وضعیت جنبشی شده که خصوصیات خاص خودش رو داره. در اون دامنه اعتراضات از جهت جغرافیایی به تدریج افزایش پیدا میکنه، از جهت تراکم افزایش پیدا میکنه، یعنی تعداد نیروهایی که در یک محل وارد اعتراض میشن بیشتر میشه، اعتراضات نهادینه میشه، شکلهای خاص و تاکتیکا و روشهای خاص خودش رو داره و در این حال هم نظام حکمرانی هم در واقع روشهای خاصی رو برای مقابله با اون در نظر میگیره و در نظام حکمرانی هم برخورد با اون اعتراضات به اصطلاح نهادینه میشه. بنابراین از یه جهت هم جامعه ایران وارد جامعه جنبی شده. و شق سومی که تبیین میکنه تا حدی این دامنه گسترتگی اعتراضات رو و اینکه به سرعت میتونه در سطح ملی به اصطلاح گسترش پیدا بکنه، مربوط شده به جامعه شبکه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، ویکی ها، پادکست ها، فروم ها، کامیونیتی ها. اینا همه در واقع در ترکیب با هم دیگه، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، پیوندایی رو ایجاد کردن که این پیوندها امکان ارتباط، تبادل نظر، گفتگو و بحث راجع به مسائل جاری جامعه رو بیشتر و بیشتر کرده. به همین دلیل هم حادثه ای که یعنی موقعی که اعتراض در یک نقطه شروع میشه، بلافاصله و به سرعت میتونه به مناطق دیگر هم منتقل بشه. توجه داشته باشیم که اصل این فضای مجازی نیست، اصل اون زمینه هایی که قبلا من به اشاره کردم که زمینه های اعتراض وجود داره، اما این امکانات جامعه شبکه در دنیای امروز هم کمک میکنه که به سرعت این اعتراضات گسترش پیدا کنه.
و البته کاتالیزوری مثل گیرون شدن بنزین و غیر و اینا. بله، شما در این گزارش در تعریف ماهیت این اعتراض ها 4 مورد اشاره کردید آقای مدنی. یکی کنش جمعی اعتراضی، یکی جنبش اعتراضی، انقلاب و شورش، و نهایتاً برای هر مورد البته توضیحات مفصلی از نقطه نظر نظری پردازان اجتماعی دادید، ولی نهایتا به این نتیجه رسیدید که اون چه که در آبان 98 اتفاق افتاد در واقع شورش بود. چرا؟ چطور به این نظر رسیدید؟ خیلی مختصر سعی میکنم که به اون مفاهیمی که مطرح کردید اشاره بکنم. ببینید، اساسا ما موقعی که نارضایتی تبدیل به اعتراض میشه با کنش اعتراضی مواجهیم. بنابراین هر به اصطلاح صورتبندی از اعتراضات رو میشه در قالب کنش‌های جمعی اعتراضی آورد. به معنی اینه که یه گروهی تصمیم میگیرند و به اصطلاح وارد میدان میشن، وارد خیابان میشن و به صورت جمعی اعتراض میکنن نسبت به یک مشکل یا موضوعی که وجود داره. ممکنه محلی باشه، ممکنه که گسترده و در سطح ملی باشه. اما این کنش اعتراضی در واقع میتونه قالبای مختلف پیدا کنه. یه قالب اون انقلابه که در واقع مفهوم خاصی داره. اگر اون کنش اعتراضی تداوم پیدا بکنه و قادر باشه که بسیج توده‌ای را ایجاد کنه و در واقع خاستگاه مشخصی داشته باشه برای جابجایی نظام حکمرانی و ایجاد نظام حکمرانی جدید، در واقع در یک فرایند اون وقت عنوان انقلاب رو به اون میدیم. ولی همونطور که میدونیم این کنش اعتراضی آبان در یک دوره زمانی محدودی رخ داد و اساساً امکان سازمان پیدا کردن، نمیدونم رهبر پیدا کردن و وجود اون رو پیدا نکرد. بنابراین عنوان انقلاب عنوان مناسبی نیست برای به اصطلاح این اعتراضات. وجه دیگه این ممکنه که این در واقع اعتراضات مردم معترض بعدن نه در قالب انقلاب بلکه در قالب در واقع جنبش‌های اجتماعی یک کنش جمعی رو شروع کنند برای اینکه تغییر رفتاری رو در نظام سیاسی ایجاد کنند یا وادارش کنند به عقب نشینی، یعنی خواست‌ها و انتظارات مشخص و محدود، ولی در قالب یک جنب در واقع اعتراضات اجتماعی که به تدریج سازمان پیدا می‌کنه، هویت پیدا می‌کنه. هویت پیدا می‌کنه یعنی علاوه بر اینکه من چه نمی‌خوام، به تدریج میرسه به اینکه چه میخواهد. بنابراین وجوه سلبی و ایجابی رو پیدا میکنه و این اون وقت میتونه که اون کنش اعتراضی تبدیل بشه به یک جنبش. ولی در مورد اعتراضات آبان ببینیم که بعد از 15 روز در واقع اعتراضات خاموش میشه، سرکوب میشه و دیگه فرصت این که سازمان یا هویت پیدا بکنه رو نداره. پس بنابراین اون چه که میمونه، ما با یک کنش اعتراضی سر و کار داریم که حدود 10 تا 15 روز توی خیابان بوده و خواست مشخصی را هم، یعنی اعتراض به افزایش قیمت بنزین رو مطرح کرده، اگرچه شعاره پراکنده هم داده، بعضی موقع رادیکال شده، شعار علیه وضعیت موجود داده، ولی الگوی خاصی رو برای این که بگه که ما معترض چنین شرایط مطلوبمونه یا چنین نظام مطلوبمون رو فرصت نکرده که اصلا ایجاد کنه. بنابراین میشه گفت که در فاز اول یک کنش اعتراضیه که به اون عنوان شورش یا ربلیون گفته میشه. بسیار خب، حالا آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس گفته بود که نیروهای امنیتی توانستن آبان ماه را جمع و جور کنن، وگرنه به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت میکرد و اصلا قابل جمع کردن نبود. یعنی شما در واقع حتی معتقد نیستید که این اعتراض ها میتونست پتانسیل تبدیل شدن به انقلاب هم داشته باشه؟ ببینید، هر اعتراضی ممکنه که به انقلاب منجر بشه، هر اعتراضی ممکنه تبدیل بشه به یک جنبش اجتماعی. بالقوه همیشه این شرایط وجود داره و هیچ کس نمیتونه تضمین کنه که یک کنش اعتراضی به چه سمت و سوی میره. اما هم بر اساس به اصطلاح تحلیل از وضعیت ذهنی جامعه ایران و هم بر اساس تحلیل از وضعیت عینی موجود، به نظر من در واقع نه تنها در اعتراضات آبان بلکه تا اطلاع ثانوی زمینه های بروز یک انقلاب همه جانبه وجود نداره. انقلاب شرایط عینی و ذهنی خودش رو میخواد و اتفاقا به رغم اینکه شرایط عینی وجود داره و یک شرایط ذهنی اون وجود نداره، به یه عنوانی تجربه انقلاب 57 تجربه که در خودآگاه جامعه ایران وجود داره و در واقع به همین دلیل هم خیلی محتاطانه در مواجهه با هر کنش اعتراضی به اصطلاح
برخورد میکنه. بنابراین در واقع میخوام بگم اولا اون چه که رخ داد و امروز ما شاهدیم که فقط یک کنش اعتراضی و یک شورش اجتماعی بوده علیه یک تصمیمی که بعدا در واقع شعارهای رادیکالتری داده شد در نفی نظام مستقر، اما لزوما ساختار و چارچوبای یک انقلاب را اصلا فرصت نکرد که داشته باشه. حرف آقای باهنر را هم من خیلی به اصطلاح بدبینانه تحلیل میکنم، به این عنوان که ایشون با این در واقع انتساب میخواد که توجیه کنه حجم و میزان سرکوبی که به اصطلاح در برابر معترضین آبان شد که اساسا نمیشه که در واقع مجازات کرد قبل از اینکه کاری انجام شده باشه. بنابراین ایشون به اعتبار اینکه میگه که میتوانست این اعتراضات به یک انقلاب منجر شد، بنابراین حق داشتند که بیش از 200-300 نفر رو در خیابون، دست کم 200-300 نفر رو در خیابون در واقع به شهادت برسونند یا جمعیتی حدود 7-10 هزار نفر رو به زندان بیندازند. به نظر من کنش آبان و اعتراضات آبان کاملا قابلیت های یک اعتراض مدنی در واقع خشونت پرهیز رو داشت و هنوزم جامعه ایران چنین امکانی رو داره. خب حالا آقای مدنی، از آبان 98 تا به حال بر اساس همه شواهد و آمار و ارقام تورم چندین برابر شده، آمار فقر رو توی دسته مردم بالا رفته، در کنار اون خشونت حکومتی هم بیشتر شده. ظاهرا حکومت درسی از اتفاقات آبان ماه نگرفته. آیا باید شاهد شورش های بیشتری باشیم؟ آیا ممکنه برخلاف عنوان گزارش شما آنچه که در آبان اتفاق افتاد آتش خاموش نیست بلکه یک آتش زیر خاکستره؟ من تعبیرم از آتش خاموش و آتش زیر خاکستر در واقع یکسانه. در واقع منم با این نظر شما موافقم که زمینه ها و علل بروز و ظهور اعتراضات آبان همچنان هست، خیلی قوی تر از گذشته هست و درسته که در اعتراضات آبان مردم مواجه شدن با یک سرکوب بسیار همه جانبه و گسترده، ولی هیچ وقت سرکوب را حلی برای کنترل یا کاهش به اصطلاح اعتراضات اجتماعی نبوده. شاید جایی توضیح دادم که معمولا رابطه بین سرکوب و اعتراض رابطه یوی برعکسه، یعنی ابتدا سرکوب ها میتونه تا حدی کنترل بکنه اعتراضات را، ولی بعد از یک مدتی کارایی و کارکرد سرکوب کاهش پیدا میکنه، چنان که اساسا اون به اصطلاح نتایج مورد انتظار رو نداره. بنابراین تا موقعی که زمینه ها و علل بروز اعتراضات آبان وجود داره، کما اینکه وضعیت اقتصادی اجتماعی آماری که شما بهش اشاره کردید، نرخ تورم، میزان فقر، افزایش نابرابری و شکاف اقتصادی طبقاتی در واقع وجود داره، بنابراین همچنان جامعه ایران همونطور که گفتم در وضعیت جنبشیه و همچنان استعداد این رو داره که به اصطلاح در موقعیت ها و بزنگاه های مختلف این اعتراض خودش رو در قالب به اصطلاح کنش های جمعی اعتراضی و در خیابان نشون بده. بسیار خوب جناب مدنی، وقتمون تقریبا تموم شده، فقط چه توصیه‌ای و به چه کسانی کردید؟ خیلی کوتاه. بله، در واقع اون چه که توصیه‌ای که در پایان این گزارش اومده محصول و جمع‌بندی توصیه‌ای که صاحب نظرها در به اصطلاح حوزه‌های مختلفی به هم نظام سیاسی ایران و هم جامعه مدنی کردن. توصیه به نظام سیاسی ایران این بوده که گذشته رو بازخونی کنه. تجربه 40 ساله تجربه موفقی نبوده، تجربه جمهوری اسلامی تجربه موفقی نبوده، بنابراین این پیشنهاد شده که حالا که به این نقطه رسیده دیگه میشه که این بازخونی انتقادی گذشته رو نظام انجام بده. بازیابی سرمایه اجتماعی، یعنی که نظام اساسا شواهد و قرائن هم نشون میده که فاقد سرمایه اجتماعی و این سرمایه اجتماعی روز به روز از دست رفته، بنابراین اعتماد بین دولت و ملت به شدت کاهش پیدا کرده، باید فکری به حال این بکنه. آغاز اصلاحات بنیادی و ساختاری، یعنی در واقع تاکید شده که مسئله جامعه معترضین فقط بنزین نیست و این وضعیت نابسامان اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی که وجود داره
مستلزم نوعی اصلاحات بنیادی ساختاریه که باید به اصطلاح انجام بشه و همینطور تاکید روی به اصطلاح تلاش برای بهبود معیشت مردم به عنوان یک به اصطلاح اقدام فوری و بالاخره اینکه به رسمیت شناختن مخالفان و پذیرش حق اعتراض برای مردم و کاهش به اصطلاح سرکوب ها و مخصوصا برخورد با معترضین بازداشت شدگان و دلجویی از خانواده معترضین و به رسمیت شناختن جنبش های اجتماعی. از سوی دیگه در واقع در خطاب به جامعه مدنی ایران هم ضمن اینکه تاکید شده که حق اعتراض برای اونها وجود داره و طبیعتاً هیچ کس نمیتونه این حق رو از اونها بگیره، بنابراین اعتراض به اصلاح هم مطابق قوانین جاری و هم مطابق قوانین و موازین حقوق بشر حق اوناست باید انجام بشه، تاکید شده بر خشونت پرهیزی و به اصطلاح تلاش برای اینکه خواسته ها و مطالبات در به اصطلاح با رفتارهای مدنی و اعتراضات مدنی تداوم پیدا کنه. بسیار خیلی متشکرم جناب مدنی، وقتمون در این بخش برنامه تموم شد و ما در هفته آینده در بخش دوم و آخر این گفتگو راجع به همون مسئله اصلاحات ساختاری که شما در توصیهاتون در پایان گزارش کردید صحبت میکنیم و در واقع این سوال رو میکنیم که آیا حکومت حاضر داوطلبانه دست به اصلاحات ساختاری بزنه یا نه. خیلی متشکرم از شما در این بخش برنامه و تشکر می‌کنم.